خیلی وقتا دوستان سوال میکنن که چه زمانی برای اقدام به بارداری بهترین زمان هست. خب قطعا یکی از بابت زمان سیکل من خدمت شما توضیح خواهم داد، یکم از نظر سن. در مورد دوستانی که فرزندی ندارن قطعا بهتر هستش که پیش از 30 سالگی اقدام به بارداری بکنن و بهتر هستش که این زمان از زمان ازدواجشون خیلی نگذره، چرا که بعد از ازدواج فرد ممکنه که درگیر عفونت‌های دستگاه تناسلی بشه و نهایتاً اونها هم بر روی باروریش تأثیر بکنن. پس بنابراین بهتر هستش که اگر که فرد در 20 سالگی ازدواج میکنه، به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم که زمان باروریش رو تا 25-6 سالگی یا حتی بعد از اون به تعویق بندازه. و اگر کسی در 29 سالگی ازدواج کرد، قطعاً برای اینکه زمان باروری رو در سن زیر 30 سال داشته باشه، باید خیلی در این مورد توجه بیشتری بکنه و زودتر اقدام بکنه. البته در مواردی که گفتیم تخمک گذاری غیر طبیعی هست، فرد باید در این موارد هوشیارتر برخورد بکنه و زمان مناسبتر و زودتر رو برای اقدام به بارداری استفاده کنه. اگر زوج یک فرزند دارند، بهترین زمان برای اینکه فرزند دوم رو اقدام بکنن 18 تا 48 ماه بین دوتا بارداری است، یعنی از زمانی که فرزند قبلی به دنیا آمده تا اقدام برای فرزند بعدی بهترین زمان 18 تا 48 ماه است. چرا که تو این فاصله هم مادر از نظر جسمی به شرایط خوبی رسیده و در واقع مشکلاتی که یا کمبودهای تغذیه‌ای که براش در ضمن بارداری قبلی و یا شیردهی ایجاد شده کم کم رو به بهبود هست و فرصت کرده که اونها رو رفع بکنه، و هم از این بابت که از نظر روانشناسی و موضوعات تربیتی فاصله مناسبی است برای اینکه بین دوتا فرزند در واقع وجود داشته باشه. از بابت اقدام به بارداری در هر سیکل به چه شکلیه؟ یادمون باشه که تخمک اصولاً 24 ساعت بیشتر قدرت حیات نداره. این معنیش این هستش که وقتی که یک خانومی تخمک گذاری داره، از 24 ساعت تخمکش در واقع زنده هست، از زمانی که رها میشه. اسپرم هلوهوش 72 ساعت باروری داره. بنابراین اگر که از هول و هوش 72 ساعت قبل از تخمک گذاری تا هول و هوش 24 ساعت بعد از تخمک گذاری این لقاح وجود داشته باشه، در صورت باروری هم در این زمان میتونه اتفاق بیفته. از اونجا چرا صحبت این رو میکنم که میتونه اتفاق بیفته؟ برای اینکه فقط زمان تخمک گذاری و رسیدن تخمک به و اسپرم به هم دیگه شرط لازم و اصلی برای بارداری هست، ولی شرط کافی نیست. چرا که باید سایر مسائل مثل وجود محیط مناسب رحمی، بستر مناسبی برای لانه‌گزینی تخمک ایجاد شده وجود داشته باشه تا ماحصل اینها منجر به یک بارداری و تست حاملگی مثبت بشه. در ویدیوی بعدی من سعی میکنم که راجع به عواملی که مربوط به نازایی هست بیشتر صحبت بکنم و دوستان رو با اونها آشنا بکنم.